من صدا کرده؟ ها؟ حواست کجاست؟ اصلا معلومه به چی فکر میکنی؟ هیچی مهم نیست. من باید بدونم تو به چی فکر میکردی. بهرام، تو واقعا من دوست داری؟ آره دوست دارم عزیزم. راستشو بگو، واقعا دوستم داری؟ دارم راستشو میگم، دوست دارم واقعا. اگه تو اون شب به جای من با یکی دیگه تصادف کرده بودی چی؟ بازم با من ازدواج میکردی؟ ببین الهام، از اون ماجرا خیلی وقت میگذره، منم بارها برات توضیح دادم. باشه دوباره میگم، من تو رو آسون به دست نیاوردم الهام. من همیشه دوستت داشتم، همیشه با فکر تو زندگی میکردم. واقعا؟ واقعا باور کنم. آروم باش الهام، آروم باش، من برای توضیح میدم. من قبل از تو با دختر زیادی تصادف کرده بودم. واقعا؟ الهام، الهام، بهرام جان، ببخشید یه دختر خانم انقدی با چشای اینطوری، ابروی اینطوری، دماغ اینقدی، لبای اینطوری، صورت اینقدی، نگاه مهربونی داره. اسمش بله بله الهام، الهام. من دیگه چجوری بهت ثابت کنم؟
فقط تو رو دوست دارم. بله خانم، امری باشه، در خدمتم. این آجر نزدیک بود بخوره توی سر من آقا. آجر؟ بله، آجر. خیلی شرمنده، خیلی شرمنده. این آجر کار کیه؟ این آجر کار کیه؟ شما نگران نباشین، الان من متوجه میشم. هر کسی این کار کرده خودش بیاد جلو. شما اسمتون چیه؟ کمال. یک چای بی زحمت. چشم. دار که بشم یک خانه خودم برات می‌سازم که آشپزخانه داشته باشه.
من تا تو رو دارم آشپزخانه میخوام، چه کار؟ کمان تو واقعا منو دوست داری؟ ولی اگه اون آجر خورده بود تو سر من که الان من زنده نبودم با هم زندگی کنیم. صد دفعه گفتم حواستون جمع کنید. مواظب خودت باش کمان. بفرم سرکارتون. بفرمی. میدونه اگه این آجا میخورد تو سر من چی میشد؟ دفعه بعد حواستو بیشتر جمع میکنی. فهمیدی؟ هیچ وقت تنهاد نمیذارم کمان. نارنجی. نارنجی. زرد. به نظر من این سفیده. سفید. این که سیاهه. سیاه. من در واقع بیرنگی رو بیشتر دوست دارم. سفید و تونالیت‌های مختلف خاکستری و رنگای کهنه پخته بی ادعا. سلام، اگه خاطرتون باشه دیروز برای مصاحبه اومده بودم. خوبی خانم زندی؟ خوش اومدی. خب من کجا باید برم؟ میز کارتونه. بله. و اینکه آبدارچیمون امروز نیومده. اگر چای قهوه هرچی میل داشتین خودت بزن. حتما، مرسی. سلام. سلام. زندی هستم. بقایی هستم. چقدر؟ فامیلیتون شبیه اون فوتبالیست هست تو تیم ملی؟ نمیشناسم، من فوتبال نگاه نمیکنم. کلن که عاشق رنگم، رنگای سبز و زرد و قرمز رو دوست دارم، رنگای خالص و شفاف. از رنگای چک حالم بد میشه، رنگ بهت انرژی میده، نیرو بهت میده، اکتیوت میکنه. من نمیدونم اونایی که کور رنگن اصلا چجوری زندگی میکنن، برازم خیلی چیزا رو از دست میده. ببخش من یه ذره مشکل دارم با کامپیوتر اینجا، چون امروز اولین روز استخدامه، امکانش هستش که یه مقدار به من کمک بکنی؟ روز اولمه. جالبه. چجوری؟ یعنی تو یه روز دو تا آدم استخدام کردن؟ هیچ وقت عصبانی نمیشم. جدی میگم بچه، میخندی. شما چای میخورین؟ نه. همه بوی خوب رو دوست دارن، منم دوست دارم، ولی مسئله اینجاست که اصلا بوی خوب یعنی چی؟ چون برای هر کسی یه تعریفی داره. من دوست ندارم اونقدر خودخواه باشم که بوی رو که خودم دوست دارم به دیگران تحمیل کنم. خوب نیست آدم بی ملاحظه ازت استفاده کنه. باید خشن باشه، زمخت باشه،
زنها باید احساس کنن یه کوه پشتشونه. مثلا تا اینجا چشاش چیز باشه، مثلا نمیدونم بیرد باشه، پشیده باشه، بعد دماغش هم کوچولو باشه، یه هوا نوکش بالا باشه. مرسی. شما مطمئن این چای نمیخورین؟ بله مرسی، من خودم میرسم. از این گلدونا برای میز من نیاوردن. من این رو از خونه آوردم. عطر که خیلی دوست دارم. تقریبا بیشتر درآمدمو میذارم برای خریدن عطر و اتکلون. همیشه دوست داشتم یه کلکسیون کامل از عطرهای اصل فرانسوی داشته باشم. میدونی وقتی که عطر میزنی انگار که داری یه سفر رویایی میری. هنر، خب همه آدم ها یه جوری هنرمندن دیگه. هنر بدرانندگی کردن، پرحرفی. توی موسیقی دنبال هیجان میکردم. سازهای کوبه‌ای رو خیلی دوست دارم، آخه ریتم موسیقی رو تند میکنه. من بعضی وقتا یه چیزایی خوشم میاد، مثلا 6 و 8، انقدر دوستشون دارم که واقعا روم نمیشه به کسی بگم، ولی من ازشون لذت میبرم. کلا هر چیزی که منو خوشحال میکنه رو گوش میکنم. من به طور کلی موسیقی سنتی رو خیلی دوست دارم، هم موسیقی سنتی خودمون و هم کشورهای دیگه. موسیقی رو دوست دارم که مثل صدای باد، مثل صدای درختا توی زندگی جریان داره و داد نمیزنه که منو بشنو. چشه گرم میشه؟ من که فکر نمیکنم هوا گرم باشه. نکنه میخواد بگه از این عطر من خوشش نیمده. فکر کرده نمیفهمم همش حواسش اینجاست که عطر تندی هم زده. یه بادم از اون پنجره نمیاد یکم هوا عوض بشه. خفه شدم. بعد همه از این دختری لوس و نونا میخوام برن یه جا کار بکنن، همه از صبح سیا خونه رو جمع میکنن اونجا. نمیدونم کور نمیشه به اون مانیتور رو نگاه میکنن. قرمز. الو سلام آقای سرمن، خسته نباشید. بله یه آقایی اومدن مثل اینکه میخوان شما رو ببینن. بله تقریبا یه روبی میشم. بله باشه چشم. سلام خوبی؟ چطوری؟ آره نه به خدا بابا الان اومدم بیرون. چرا گیاه خارم؟ خب من فکر میکنم که ما حق نداریم که به خاطر سیر کردن خودمون یا لذت بردن یه موجود زنده رو سر ببریم و حق زندگی رو ازش بگیریم. ضمن اینکه رنج کشته شدن اون موجود زنده روی انرژی اون غذا تأثیر میذاره و همینطور روی انسان تأثیر میذاره و خوی وحشیگری آدم رو زیاد میکنه.
تاس کباب، ماکارونی، قرمه سبزی، آب گوشت، همین غذا دیگه. این وقتی من از خوردن غذا لذت میبرم حالم بهتر میشه، کارم بهتر میتونم انجام بدم. مثلا فرض کنیم که یه روزی کباب خوردیم، خب اون گوسفندی که کشته شده و بعدم تبدیل به کباب شده، اونم توی پیشرفت زندگی من سهم داره. اینجوری آخه من این افتخار رو نصیبش کردم. تو فصل من پاییز رو دوست دارم. تابستون، وسط مرداد. کم موسیقیتونو کم کنم. روز اول همکاری آدم مراعات یک موضوعاتی رو هم احتیاطاً میکنه که فکر میکنین با این وضع میشه به همکاری ادامه داد؟ من خواهش میکنم که از فردا تشریف نیارید دفتر. همین الان میرم. چرا فردا؟ من منظورم حضرت عالی هم بودین آقای بقایی. یعنی از فردا دیگه نگیم؟ نه از همین الان روش. عشق؟ عشق نمیدونم. به نظرم عشق اگه باشه شما ها بفرمایید. خواهش میکنم. نه شما. عشق یعنی ببین به نظر من عشق یعنی یه چیزی که به من بهترین تعریفی که از عشق شنیدم اینه که اگزوپری میگه عشق نگاه کردن به هم دیگه نیست، عشق نگاه کردن با هم به یه نقطه است.